بچه‌ها، امیدوارمتون خوب باشه، خیلی خوش اومدین، امیدوارم که توپ باشین، چون ما توپیم، چون یه فیت توپ اینجاست کلا. رفارس توپ آقا ببین الان من واقعا نمیدونم حسین و حمید صفت، یعنی من هیچ وقت حسین مثلا نمیذارم، من هیچ وقت حسین نمیذارم، خیلی یهویی فیت داشته باشیم از حمید صفت و حسین که معمولا پیداش نیست، یاد و فکر کن بده حالا بعد این همه. ولی الان یه چیزی من دارم من بهش فکر کردم، همون موقع که خبرش اومد گفتم خب حمید صفت توی لیبلیه، از اون طرف حسین و شایه هم دیگه رو فالو کردن، شایه حسین رو فالو کردن، ناموسن فکر کن یه اتفاقی بخواه بیفته، اون اتفاق تازه دو برابر این بوم خواهد بود. اینا همه حسابی خوب داره بهم میده. آره. بریم داشته باشیم. اسم این فید چی هست دالا؟ از چنل همین صفت هم منتشر شده. اوکی. بریم ببینیم که دستاندرکاران کیا هستن، آرتیست ها. خوب حمید صفت و حسین این اسم هر وقت میخونم اصلا میگم آخ آخش. میوزیک پرودوسر موتی و سیامند، میکس و مسترینگ با سیامند، ویدیو کریئتر امیر حسین خانلو و کاور آرت از کیشکوار و دامیرچی هستش، ویدیو ادیتور یک مهرز، موشن با محمد صادق نریمی، ویژوالایزر dxk.co و لیبل زد و بند. آره زد و بند همون لیبلیه که همین صفت دوزوشه، و جوهر، جوهر هم فرمال حسین بود. بعد special thanks to تشکر ویژه از مهدی سفید، مهدی سفید، من چرا میگم مهدی سفید، سفید بعضی وقتا بیتای همین صفت رو میگم. آره مهدی سفید، تورج پارازیت، آریان علوی و فربود وفادار. فربود وفادار بریم داشته باشیم. آقا دم همه اینا گرم جان بگو. یه چیز راجع به لیبل بگم. لیبل زد و بند که حمید صفت بود، بعد از اون طرف گادپوری هم رفت عضو شد. نمیدونم آیا یه راهی رو از این ور باز میکنه که مثلا گادپوری و حسین. آره. یه همچی چیزه. ولی نمیدونم چرا نه انگار. آیا ببین گادپوری اصلا خود همون فکر حسین و شایعه ماجی بمبه. آره اصلا آره. همینم بمبه. ولی احساس میکنم فیت اگر که یه روزی قرار باشه که فیت گادپوری و حسین داشته باشیم، دو حالت میتونه داشته باشه، یا خیلی 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 میترکونه و پرامون میریزه، یا به شدت ناامیدمون میکنه. دقیقاً چون انتظارات تو سقفه، یک کمی دو تا اتفاق فقط میفته، این وسطه خیلی بعید اتفاق میفته. حاجی کاور رو داشته باش. کاور ببین اونی که شکار شده الان کپکه، خب اونی که اون رو وایساده شاهینه، یا حالا آره دیگه شاهینه واقعا. آره بعد یه بخش کفتر نیست، کفتر کپکو شکار کرده، کفتر نهایتا بتونه انگار کفتر کفتر رو شکار کرده. دوستشون کفتر چرا بعد اتفاق بیفته؟ اون کفتر موجات مسالمت آمیزی هم کپکو شکار کرده. بعد نگاه زیر کپ کلا رو زمینه هم برفه، و این آدم ها یاده اون زار مثلا معروف میدازه که مثلا کپ سرتو کردی زیر برف و از این صحبت ها. و از اون طرف هم خب شاهین شکاری رو میبینیم که زده کپکو تیکه کرده باشه واسه خودش، اون رو وایساده و یه قسمت از این یعنی یه رخ کوچیکش هم نگاتیو شده یه همچه حالتی. و کپک هم جالبه، هر طرف بخونی کپکه مثل گرگ. آره. بریم حاجی داستان رو داشته باشیم که به شدت و عجیب غریب مشتاقم. کاره تو مایه کاره خود حمید صفته، حالت لاتی موزیک حتا بریز برای خودت. من اون قضاوتم نکن با حرف چار تا جنده ویدیوی شکار باشم ایدیوم جنگیده کف جپه پشت سرش پره قصه رفیقش گیره بیسه لبخندش دلخه حسش این شبا فقط گریه 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 قشارم مریض لیله 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 به هم میزنیم فقط هره کره هره کره جال شدیم از ازل زنده 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 گشنه بودیم و شدیم تلف از خالی تو میدون واسه قب و شدیم زره. یاخ عجب چیزی آجی، چه بیتی بعد بیت. آره بعد چه فلو فلو آشناش رو... همیشه فلو بیشتر وقتا فلو همیت صفتی همچه فلو آشناییه، ولی مثل مال کار گادپوری هم هست.
قشنگ فاز کلمه رو تکرار میکنه. نه 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 همین بیت شارو مریض لیله 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 به هم میزنیم فقط هره کره هره کره چال شدیم از ازل زنده 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 عشق بودیم و شدیم تلف از خالی تو میدون واسه قبه شدیم طرف قول به کونت میبندم با پو میشی لقن گوه میگیره کلن عشق میچکه ازر قاضی با یه قلم پیخ میکنه شتن خودم رو تشنی یادم گفتن نرو وایسادن ببینم من کم اینو فکرم اون دوره ای که رفته بود زندان و اینا میگه این دیگه قاضی میخوره. باید قلم میکنه شتک آره. از اون طرف هم کف خیابون گفت کنم با سه قوه هستی طرف خب سه تا قوه داریم دیگه قوه حالا در سیاسی میشه آره قضایی قضایی و مقننه و اجرایی مجری اندم گوه میگیره کلن عشق میچکه ازر قاضی با یه قلم پیخ میکنه شتن خودم رو تشنی یادم گفتن نرو وایسادن ببینم من کم میارم تو مسیری رفتم بد درچی یادم قصم و شنیدیدیم ازش پش میباره عشقی صفر یا سر مشتی مهربون تایه مقد رب کردن دلی فلو تایی شرارت تش میشه فقط بازم گریه 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 چشارو مریض لیله 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 اینجا میکننت قیمه 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 رو به باورامون میتراشن ست تا قبله برفا و کپکا زله من که رو به باورامون که حسین قرار بیاد میگه رو به باورامون میتراشن ست تا قبله برفا آب و کپکا زله وقتی برفی نباشه کپ نمیتونه خودش مثلا مخفی کنه یا احساس امنیت کاذب و حداقل برای خودش بتونه ایجاد کنه ببینید چون کلاش میکنه تو برف دیگه مثل کاور یه جورایی انگار داره کیو کپک میدونه خودشو یا چی مردم خودش میدونی آره. مردم و مخصوصا حالا شهرحال خودش چون خیلی بولد بودن جامعه و کثیف بودن دولت یه خورده آره یه خورده کلن جامعه یه خورده سیاسی میدونی کلن نه این... سیاسی صرف از خود سیاسی نمیتونی بیشتر میتونی مثل یاس هست که مثلا اجتماعی میخونه نمیگه ولی میگه آره. یه جورایی اون خیلی تو لفافا و غیر آره. مستقیم آره ولی خب همچنان بهت بگم که چیزی که داره بیشتر از همه به من توی این کار حال میده همون فلو حمید صفته که خیلی خیلی شنیدیمش خب خیلی مثلا تکرار میکنه بعض وقت دیدیم یه کلمه رو ولی الان روی این کار خیلی داره میچسبه عشقی صفر یا سر مشتی مهربون تایه مقد رب کردن دلی فلو تایی شرارت تش میشه فقط مصد گریه 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 چشارو مریض لیله 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 اینجا میکننت قیمه 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 از ایرانی زد خیلی قبله برفا و کپکا زله من که سوخته خسته کوفته وقتی دیدم عشق و عذیتم فروخته وقتی دیدم هرکی سفته واسه یه سکه لخته قصه اینه دیگه مصومی از هر مفته چشه کی سیره چشه کی گشته کی پی حسه کی پی لغمه اینا به ذات اونا به اخده نه باز نکن وایسه وایسه اصلا ورس حمید صفت این تیکش خیلی خفن بود ولی خب الان حسین اومد ولی خود خفن الان داره وارد میشه این خود خفنه ببینید دقیقا داره همون مسائل مشکلات جامعه رو میگه که از حالا این دولت و این کثافت ها به وجود اومد ولی از اصل خود جامعه داره میگه الان دقیقا بعد همینطور که داره چیزو میگه همینطور که داره این مشکلات تو جامعه رو میگه داره خیلی قشنگ ارتباطشو با بالادستی و دولت هم داره اونم آره. اشاره میکنه از طرفی هم خیلی بیت و کار ایرانیزه است واقعا آره. آدم یاد فیلم اون سازای ایرانی که توشه خیلی قشنگ کلا آدم یاد این فیلم ایرانی قدیمی ها میفته با این صدایی توی کار آفرین کاورم یه خورده منو همین شکلی الان که گفتی داره یاد اونو میندازه آره حالا بذار حسین یه سیگار خواسته بیاد بشینه حرف بزنیم بیا علیکم آره. چشه کی سیره چشه کی گشته کی پی حسه کی پی لغمه اینا به ذات اونا به اخته ببینش اینجا کارت داره یا خدا عزم حواست به خود باشه این بر عاطفه شوهر کرد آماده جنگ لبریز شد دیه کاسش سب تحتیل شد برام واژه در سکمیل شد شد پازل تشم علایی وسط بازی مکخون ست درم حتی قاتل قرد زندگی قصه شیرین و تخت بستم شهر موقع جا بده قبل هی ساختیم و کردن آوار تن موندو یه روح مازاد خستم من این راه ناساف کیرم تو این دست اندازا عقب وایستا پر بوی کباب میاد اما کردیم خردا دقیقا سرکار قصه خوف میشه به چسب سیم سرباز
گشتن همه شل کردن پش کردن دولت و موش بندن خوش رنگن هر روزم روشن تر فرو میکنن تا برسه به پش کردن خوردن شماجی حسین حسین زده اون دنده داره الان الان خیلی بازتر خیلی داره میگه آره نسبت به حمید صفت یا حتی خیلی از کارهای خودش حاجی اصلا ستشنه این صدایی چقدر دقیقا همون میدونی دیدی مثلا یکی یه حالتی و یه خواننده یه حالتی برات داره اون حالتش رو رعایت نکنه حال نمی کنی با کار چون دقیقا. عادت داری به اون مثلا مال حسین این فلوش و این صداش و اینا لامصب صدای قالی کرمونه هرچی پا میخوره هرچی مسنتر میشه هرچی میره بالا شنیدنی تر و خفن‌تر دقیقا حاجی ایتی که هست که میگه ستیسفای شدم شروع کرد به خوندن یه دفعه خیلی پلکو پلکو اینجا که میگه قصه زندگی شیرین و تلخ فوق زندگی قصه شیرین و تلخ شیرینو که میگه یاد شیرین و فرهاد میافتی پشتش تلخو میگه دارم میگم خیلی شعر راحته ولی خیلی از این آرایا از این اتفاقات توش زیاد داره میفته همینجور که راحته همینجور هم کلی حرف میشه راجع به زن دیگه قصه شیرین و تخت بستم شد موقع جا بده قبه ساختیم و کردن آوار تن موندو یه روح مازار خستم من این راه ناساف کیرم تو این دست اندازا عقب وایستا په بوی کباب میاد اما کردیم خردا دقیقه سرکار قصه خوف میشه به چسب سیم سرباز گشتن همه شل کردن میدونید که من یاده چی میدازه یاده نمیدونم کدومتون دیدین ولی فیلم فول متال جکت از استنلی کوبریک یا قلاف تمام فلزی اون جایی که کسی که داره آموزشون میده باعث میشه که اون سرباز سیم به چسبونه اتفاقی میفته که باید بری ببینید فقط چرا اینجوری توضیح میده آخه من الان میخوام بدونم چه اتفاقی میفته خیلی سخت میگیره به یکی از سربازا خب بعد اون سربازه قاطی میکنه خب بعد چه بازی وحشتناک خفنی دارن جفتشون هم سرکار هم سربازه بعد این بازی ها رو استنلی کوبریک میکشه دیگه بعد میاد اسلحه رو پر میکنه جفتشون رو میکشه هم سربازه رو میکشه هم برمیگرده توفنگ تو اصله دهن خودش میکشه میگه یعنی اگه یه اتفاق این شکلی بیفته هیچی دیگه واسه دست نه بعد این انقدر خفنه منو یاد خفن ترین چیزی که راجع به این مسئله دیدم و شنیدم و تجربه کردم میندازه که همون البته به صورت لایو اکشنش تو ایران داره اتفاق میفته با این وضعیت الان و مخصوصا این حواشی این انقلاب که سربازا مجبور بودن به سر خیلی وقتا خیلی راه ناساف کیرم تو این دست انداز ها عقب وایستا په بوی کباب میاد اما کردیم خردا دقیقه سرکار قصه خوف میشه به چسب سیم سرباز گشتن همه شل کردن پشت کردن دولت ها موش بندن خوش رنگن هر روزم روشن تر فرو میکنن تا برسه به پشت کردن هر خوردن و روش کردن دوش کردن ملت هم خوش خندن پشت بردم هر کی جلوش کردن خم نمیکنه سری جاش پشت نردست کی میدونه تشت فیب علی خوار و مادر رایم چقدر حال داد دقیقا و الان رفتیم رو قسمت تند بیت که اونجا اینجا الان قراره این یه جور رایمایه که خب یعنی کلا این تکستی که الان این تیکه که الان شنیدیم رایمای آشنایی رو داره که ماریاد حسین میندازه یعنی دو تا چیز اگه باشه ماریاد حسین بندازه یکی صدا این 100% اول صداشه بعدش این نوع رایماشه یعنی اینجوری که میدونی خیلی زنجیروار پشت سر هم میبافه خیلی این قافیه‌هاش خیلی هم وزنن خیلی قشنگ میشینن گشتن همه شل کردن پشت کردن دولت ها موش بندن خوش رنگن هر روزم روشن تر فرو میکنن تا برسه به پشت کردن هر خوردن و روش کردن دوش کردن ملت هم خوش خندن پشت بردم هر کی جلوش کردن خم نمیکنه سری جاش پشت نردست نمیدونه تشریه بخشش خوبه یا فرصت تصفیه منجی میاد یا میمونه فرضیه اون کوتا این تیکه این خود همی صفت شد یادته آخرهای ورس همی صفت هم این شکلی بیت عوض شد یه تیکه ای دارن هر کدومشون که بیت سریه گشتن همه شل کردن پشت کردن دولت ها موش بندن خوش رنگن هر روزم روشن تر فرو میکنن تا برسه به پشت کردن هر خوردن و روش کردن دوش کردن ملت هم خوش خندن پشت بردن هر کی جلوش کردن خم نمیکنه سری جاش پشت نردست کی میدونه تشریه بخشش خوبه یا فرصت تصفیه منجی میاد یا میمونه فرضیه اون کوتاهه مثل سبزی عید یک فهمید رفت اون یکی رفت ولی فهمید تش دونه داره مکافات هر تیکش شادی روح اون که تغییر کرد تکفیر فرق قصه رو تا یادم میاد زدیم حرف حق یه مشه فنون دادن دستمون خونه قرق خون ولی شک نکن ایرانم میاین به سر شبای خوف فشو یه سال مگه ایران نیست فشو جی مگه ایران نیست نه دیگه اه پس چایی میگن حسین فصله خبی ربطی نداره کسی که حالا اونش فراموش نه اوکی حله ولی خیلی اینو من شنیدم ولی خب مثلا مخصوصا این مشکلش با فدایی حتی فدایی میگم آدمی که کلن
یه ذره اینقدر توی یکی اینجوری ببینه میگه این تهشه واسه بکشینش. آره. خیلی صفر تا صد فدایی. ولی این چیزی که الان دارم حسین میبینم، چیزایی که کسایی که خیلی قدیمی فنش بودن میگن راجبش و اینا، اینجوری نیست حاجی. من کلن این اصلا این چیزی که میگم میگه نمیتونم فکر کنم، کلن تو کف این ورسی هم که اینجا دارم میبینم خب چیه؟ نگاه میگه کی میدونه تش چیه، بخشش خوبه یا فرصت تصفیه. حاجی این چقدر قشنگ و شیرین چسبونده پشت سر هم. بعد این مسئله همیشگیه داره میگه که بخشش خوبه یا انتقام دیگه. این یه مسئله همیشگیه. منجی میاد یا میمونه فرضیه. باز اصلا این حرفای خطرناکه ها. آره یه جوریه که منجی در کار منجی خدا مردمه. عمر کوتاه مثل سبزیه. اوکی سبزیه یکی فهمید رفت، اون یکی رفت ولی فهمید داشت دونه داره مقافات هر تیکش. یکی فهمید رفت، یکی نمیخوام دیگه پاز نمیکنم خب خیلی دیگه پاز نمیکنم، ولی ببینید هر کدوم از این بیتا میشه راجبش دقیقاً دو ساعت و در این حال که خیلی پره و میشه راجبش 200 700 کاملا قابل فهم و واضحه. آفرین. پیچیده عجیب غریبی نیست که مثلا نشه فهمید. فقط این تیکرشو من یه خورده گنگ شدم، این تیکری که میگه شادی روح اون که تغییر کرد، یعنی اونی که تغییر میکنه مرده. آره یعنی خب پس ببین آهنگ اعتراضی جورای دیگه داره گله میکنه از جامعه که هست، میگه یه سری ها هستن که تغییر کرد، یه سری ها رفتن، اونی که روش. تغییر کرده آدم مرده است. مثلا حالا تغییر از یه آدم آزاد خواه به یه آدم دولتی شد. من تو هم خیلی عجب غریب فکر میکنم. آره خیلی عجب غریب فکر میکنم. من میدونی دارم چی میگم، میگم که داره چیز میکنه، داره گلگی میکنه از وضعیت حاضر. خب... آه شادی رو اونی که تغییر کرد. یعنی از اون چیزی که میخواد به کمتر راضی شد و بسوز بساز زندگی داره میکنه، پس مرده اون طرف دیگه شادی روحش. خیلی گنگه شاید. خیلی گنگه میشه برداشتایی رو ازش همجوری چسبوند و حد زد، ولی واضح نمیتونم چیزی رو بگیرم. داره مکافات هر تیکش شادی روح اون که تغییر کرد تکیر پر قصر رو تا یادم میاد زدیم حرف حق یه مشیف نون دادن دستمون خونه قرق خون ولی شک نکن ایرانم میای به سر شوای خوف میزنه هوای جور روح این درهای خوف نداریم خیال سول سوزیم از زلزل زنده 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 اینجا میکننت قیمه 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 روی باورامون میتراش از ست تا قبله برفا و کفک و زنده. حاجی چی شد؟ تموم شد؟ نه امکان نداره دوست نرم تمام بشه. یه تیکه دیگه اینجا دوست نرم بشنم. نگاه کن یه مش حیفنون دادن دستم و خونه غرق خون. دقیقا داره الان سردم داره رو میگه دیگه. مسئولی رو میگه دیگه، کسایی که الان دارن مثلا هدایت میکنن کشتی نظام و از این صحبت ها. حاجی من با من دو تا دلیل داره که انقدر هیجان زدم. یک، خیلی وقت صدا حسین نشنیدم. دو، صدا حسین رو شنیدم. سه، یه همچین ورسی دارم میشنم. چهار، بیت خیلی خفنه. چهار بیت خیلی خفنه دقیقاً. خونه قلب خون ولی شک نکن ایرانم میای به سر شوای خوف میزنه هوای جور رو این درهای خوف نداریم خیال سول لیل 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 خوشم میاد این آتیش زنده 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 اینجا میکننت قیمه 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 روی باورامون میتراش ست و قبله برفا و کفک و زنده. خیلی خوشم آمد از اون تیکه آخرش. جفتشون صداشون خیلی خفن و خیلی جفتشون خفنن و سبک اجرا همه چی جفتشون خیلی خفنه. بعد خیلی جفتشون خیلی خفنن ولی یکیشون حسینه میدونی؟ آره. بعد یه چیز بگم خیلی معنی مثلا میتونستم نمیدونم چجوری بگم یه همچی چیزی که الان شنیدیم اصلا برام سورپرایز کننده نبود. نه که بد بود، انتظارشو داشتم. یعنی ترکیب حسین و حمید صفت خیلی واضح بود برای من که یه همچین یه همچین حال هوایی از آهنگ نره، یا آهنگی با یه حال هوا قرار ازش در بیاد. ولی اینی که حاجی من با همه چی خیلی تمیز و عالی در اومده ورس حسین، ورس حسین دیوونم کرد. ببین به نظرم ما به خاطر اینکه خیلی حسین خب نسلی که خیلی دوستش داریم زیاد داریم بها میدیم. آره. ولی خب مثلا اینکه همین صفت هم خیلی تیکه خفنی داشت، تیکه خودش خیلی خفن بود. ولی میگم جفتشون خیلی خفن بودن، بیت خیلی خفن، همه چی خیلی خفن بود، یکی شما حسین بود. حاجی فکر کنید الان مثلا بعد از این جریانات، بعد از این فالو و این چیزایی
که اتفاق افتاده خب یا توی آلبوم یاد که مثلا اینکه میخواد بیاد بالاخره بعد از 60 سال یا مثلا توی بعضی از سینگل ترک هایی که مثلا میخواد بیاد از هر کدومشون فیت باشه حسین و شایه. آره فیت باشه حسین. بعد اسم ترک مثلا کاغذ باشه ولی ببین خدای به نظرم حسین بعد یا سریعتر یادو بده یا بیخیالشه به خاطر اینکه خیلی خیلی طول کشیده. آره. و چرا؟ چون میگه حساسیتم خیلی روی این آلبوم خیلی شو عوض کرده. خب ببین اگر که اینجوری هی به مردم بگی و اینقدرم طول بکشه مردم انتظار گادترین آلبوم کل تاریخ موسیقی جهان رو دارن از خیلی توقع رو خودت میبری بالا. آره. خیلی میبری بالا واسه همین یا واقعا رو اون توقع های کاری بده یا بیخیال نمیشه من رو راضی هم کرد. ولی خب این اتفاقی که افتاده مثل این که دیگه بالاخره به انتظارات میخواد پایان بده و آلبومو بده. امیدواریم که این اتفاق بیفته هرچه زودتر و این صدا رو بیشتر بشنویم کنار بقیه فیتا و همینجور لذت ببریم. خلاصه همینجوری نه ادامه داره برکت به پاشه. تو نمیخوام لقب یاسر بگیرم ولی حال بده کلا من ببین این کار واقعا همه جوره خفن بود و حال کردیم. یعنی الان اون انتظاری که داشتیم برآورده شد. حالا نظر شما چیه بچه ها؟ شما نظرتون رو بگین توی کامنت ها یا اگه دوست دارین کانال تلگراممون رو جوین بدین و اونجا بیاین با هم صحبت کنیم. کانال تلگراممون بیاین اونجا با هم صحبت کنیم و نظر رد و بدل کنیم و اگر دوست دارین که ما رو توی اینستاگرام داشته باشید از صبح تا حالا این بالا هن و مراقب خودتون حسابی باشید. خیلی عشقی لایک و اینا اگه دوتون نرفته بگم بکوبید و ساب و فلان و همه چیزا. خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدافظ.